سلام و به برنامه صداهای آنگولا خوش آمدید. در این برنامه داستان کسانی را خواهیم دید که برای مقابله با پیامدهای کووید 19 در این کشور راه حل‌هایی تازه پیدا کردند. ما خیلی زود توانستیم به چالشی که در بخش بهداشت و سلامت پیش آمده بود رسیدگی کنیم. ورا داوش دوسوسا وزیر دارایی آنگولا همراه ما خواهد بود، اما نخست گزارش این برنامه را ببینید. آنگولا برای مقابله با همه‌گیری هم بیمارستان‌های موقت ساخته و هم قرنطینه جدی برقرار کرده است. همچنین صاحبان مشاغل این کشور از زن و مرد به یاری اقتصاد آن آمدند. استارتاپ جرالدین جرالدو که میوه و سبزی خرده فروشان را از بازار تأمین می‌کند، در مدت اخیر رشد چشمگیری داشته است. اتفاقی که دارد میافتد آن است که فروشندگانی که بازارشان لزوماً به فناوری وابستگی نداشته سراغ ما میآیند و میخواهند در بازار دیجیتالی حضور داشته باشند. این واقعاً عالی است. ما شاهد رشد چشمگیری بوده این و فروشندگان زیادی جنس خودشان را آنلاین میخرند. کشاورزی آنگولا در تنوع بخشی به اقتصاد این کشور حیاتی است. گردش مالی کنونی این بازار 3 میلیارد یورو و پیش بینی می شود که تا سال 2050 به 28.6 میلیارد یورو هم برسد. ژائو ماسدو مزرعه داری است که کارش به دیگران امید می دهد. او ظرف چند ماه مزرعه عظیم تازه ایجاد کرد و کارآفرینیش خدمت ارزنده ای به تولید ملی به شمار می رود. خوشبختانه داریم نتیجه می گیریم و از این بابت خوشحالیم. امیدواریم که ظرف 2 سال بیش از 1500 نفر را استخدام کنیم. صاحبان مزرعه گل روز دولس اولیویرا در زمان همه‌گیری این بخت را یافتند که تولیدشان را بیشتر کنند. از آنجا که مرزها بسته بود، واردات گل بسیار کم شد و به این ترتیب تولیدات داخلی فرصت شکوفایی پیدا کردند. حفظ گردشگری نیز در زمان همه‌گیری چالشی جدی بود. این بخش نوپا سال گذشته 725 میلیون یورو درآمدزایی داشت و پیش بینی می‌شود که این مبلغ تا سال 2050 به 2.9 میلیارد یورو برسد. هتل‌های آنگولا با رعایت کامل موازین بهداشتی همچنان پذیرای مسافران بودند و کارکنانشان هم فداکارانه خدمات خود را ادامه دادند. در ماه مارس بود که قرنطینه به جریان افتاد و بنا شد ظرف 48 ساعت تصمیم بگیریم که کدام تیم در هتل بماند و در قرنطینه کار کند. خود من بخشی از این تیم بودم و کار ما در این دوران بسیار چالش برانگیز بود. البته وظایف ما کاملا روشن و مشخص بود و به همین خاطر در دوران کووید تا اینجا موفقیت آمیز عمل کرده ایم. بسیاری از دیگر شرکت‌ها هم خود را با شرایط قرنطینه وفق دادند، مثل شرکت کوچک روکا که کارش ساخت قایق‌های پارویی است. صاحبان روکا کوشیدند که در این دوران مواد خام خود را از داخل تأمین کنند. آنگولا مصمم است که در مقابل همه‌گیری متحد بماند. اما ورا داوش دوسوسا وزیر دارایی این کشور مهمان ماست. واکنش آنگولا را نسبت به همه‌گیری چطور می‌بینید؟ ما خیلی زود توانستیم به چالشی که در بخش بهداشت و سلامت پیش آمده بود رسیدگی کنیم. بر تعداد تخت‌های بیمارستانی افزودیم و همچنین ماسک، دستگاه تنفس مصنوعی و داروی بیشتری فراهم کردیم. و اخیراً مشغول واکسیناسیون هستیم. ما همچنین برای شرکت‌هایی که گرفتار کمبود نقدینگی بودند، تسهیلات مالیاتی فراهم کردیم. و امروز در چه مرحله‌ای هستید؟ ما داریم در سطح ملی و بین‌المللی اعتماد بیشتری جلب می‌کنیم. چه در رابطه با سیاست‌هایمان و چه در رابطه با شیوه اداره کشور و مؤسسات و همچنین در رابطه با شیوه تجارت و کسب و کار. ما از سرمایه گذاران می خواهیم که در ساختن آنگولای جدید با ما همکاری کنند و آنگولای جدید اینگونه ساخته می شود. ممنون که همراه ما بودید. برای مشاهده دیگر برنامه‌های مربوط به آنگولا سری به وبسایت یورونیوز بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.